له ترباسفیه تقین و بریندربونه سه اندام هیزن آنتی ترور او بازار جندری سی عفینه راستی تو باران انت پشتی آواکرنا دیواره لقامش لو عفینه حکومت ترکی دیواره کی نول سرکانی و دیره کی آوادکه و صدما گرتنا سی مالکا کو پیدا باجین لسرخان ندای حریما کردستانی ل آلمانیا جوینگ چار آلی بو کریزا سوری و سرکرده یکی تف دمه ده بیجه هین آلی این جنیف دخوازن ریجیمه که وکیا بعص آبا بکن دوباره سلاف کانال سکای نیوز یا بریتانی در راپوره که در لحف کرنین در نوبرا ریخصنا داعش و ریجیم سوری در بلاف کریه و او همو آگاهی لسر زمان هین اندام داعش یین کو جوه جدا بونه هاتنه بلاف کرن چند بلګین ګوهابونه پیوندیان د ناور اړخصنا د عاشو رژیم سوریه د اشکره د کندر کتن او دوان بلګیان ده در د کوا ګو د عاشه تدمر والابګه لګوري وان بلګیان ګوش الیه کانال اس کی نیوز یا بریټانی په هاتیه بلاو کړن ګوش الیه چګدارن ګوش د عاشه جدا بونه و هاتیه به دسخصتن فرماندار کی پایداری د عاشه بری رزګار کنه بازار تدمر دیرو کی ج عالی رژیم سوری ارتش روسیا و جوان هاتیه خوستن گو چکدارن د عاشه چکن خوین ګران و غوازن بازار رقای لګوری زانیارین به دست کتنه رزګار کنه بازار تدمر لسربنګه کرے کفتنه کا وشارتی یا د عاشه رژیم بشار الاسد د بویا بله تماشاوان هجا به شیوه که زندیه من هبر خوابدن آلمانیه و نها جی آخافتنه که یا هفدیسکار گشتی یا دان استاندن جنیف ریاد حجاب امهر نوی داره خرجیه شتین مایر و وزیر خرجیه الفرنسی و کذالک ممثل حکومه البریطانیه الخرجیه بریطانیه و الاتحاد الاوروبی الحقیقه النقاشات دارت حول الوضع في سوريا وخاصة في ظل الجرائم التي ترتكب من قبل النظام وحلفاء النظام الروس والإيرانيين والميليشيات الطائفية والمرتزقة والوضع في حلب بالأخص في ظل المجازر والتي ترتكب بحق المدنيين السوريين وشيء ما يحصل الآن في حلب وفي محافظات أخرى شيء فظيع جدا. Heute waren wir hier zu treffen mit Herrn dem Sondergesandten de Mistura. Ich hatte auch ein Treffen mit Bundesaußenminister Steinmeier und in Kürze begeben wir uns auch in ein gemeinsames Treffen mit dem französischen, mit dem deutschen Außenminister, dem französischen Außenminister und Vertretern Großbritanniens und der EU. Selbstverständlich ging es in den Gesprächen hauptsächlich um die Lage in Syrien und um die Verbrechen des Regimes und seiner Verbündeten, die auch von konfessionellen Milizen und Söldnern verübt werden, ganz besonders ist Aleppo davon betroffen, wo gegen Zivilisten Verbrechen begangen werden. سبق ونبهنا منذ عدة أسابيع في ظل الدعوات التي كانت توجه وخاصة من السيد خامنئي في الدعوات التي وجهت من أجل الجهاد في سوريا ونبهنا من الحشود التي تتم ما أعلنت عنه إيران من إرسال اللواء 65 واللواء 23 إلى سوريا والحشود التي تم جلبها من الآلاف من الميليشيات الشيعية والمرتزقة الأفغان والباكستانيين إلى منطقة حلب نبهنا حول ذلك وقلنا أن هناك مخطط يتم العمل عليه للهجوم على حلب وهذا ما أعلن عنه صراحة رئيس وزراء النظام السوري وكان هناك العديد من الإدانات من الدول وحتى من روسيا نفسها ولكن للأسف كانت الإدانات فقط للإعلام في حين انطلقت العمليات إبادة المدنيين في حلب وبقية المناطق السورية هناك اتفاقية وفق قرار مجلس أمن الدول 2268 تشمل كل الأراضي السورية اليوم أكدنا في أن هذه الاتفاقية يجب أن تشمل كل المساحات السورية التي توجد فيها المعارضة المعتدة التي وافقت على موضوع الاتفاقية ووقف الأعمال العدائية أو الهدنة وقف إطلاق النار ولا أن تجزأ هذه المسألة إلى مناطق اليوم تشمل ريف اللاذقية وريف دمشق ومن بعد ساعات سيتم الإعلان عن شمول هذه الاتفاقية محافظة حلب أعتقد هذه الإجراءات غير عملية يجب أن يكون هناك اتفاقية شاملة وفق قرار مجلس أمن الدول 2268 لكل المناطق السورية بالكامل التي توجد فيها المعارضة المعتدلة دون أي
اقتطاع أو تمييز في هذه المحافظة تشملها وهذه المحافظة لا تشملها، والطرح أنه يجب أن يكون هناك فصل ما بين النصرة وما بين المعارضة المعتدلة. هذا الطرح غير منطقي وغير مقبول، لأنه كيف يتم الفصل؟ أعتقد هذا الأمر يعني يحتاج إلى آلية إشراف أممية على تنفيذ الاتفاقية. يجب أن مجلس أمن الدول الذي قرأ هذه الاتفاقية يجب أن يتحمل مسؤوليته، مجموعة ISSG يجب أن تتحمل مسؤولياتها، وبالتالي الدولتين الراعية للاتفاقية وقف الأعمال العدائية يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم، يجب أن يكون هناك التزام، يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه الانتهاكات، ويجب أن يكون هناك آلية أممية، ويجب أن يكون هناك إجراءات يتم اتخاذها من مجلس الأمن الدولي باتجاه من ينتهك هذه الاتفاقية. Wir haben bereits in der Vergangenheit vor mehreren Wochen gewarnt vor dem, was jetzt für Aleppo geplant wurde, vor allem vor dem Hintergrund der Aufrufe Khamenei's nach einem Dschihad in Syrien, nach der Mobilisierung der Bataillone 65 und 23 seitens Iran und nach der Mobilisierung von Tausenden von schiitischen Milizen, afghanischen und pakistanischen Söldnern, die ins Umland und um Aleppo gebracht wurden. Davor haben wir alles gewarnt, und sogar der syrische Premier, der Premierminister des syrischen Regimes hat auch explizit davon berichtet, dass ein Angriff auf Aleppo vorbereitet wird. Auch damals hat selbst Russland diese Erklärungen verurteilt. Leider blieb es bei der Verurteilung der Erklärungen. Und als es tatsächlich darum ging, gegen die Zivilisten militärisch vorzugehen, blieben diese Verurteilungen aus. Wir haben die Vereinbarung, die Resolution 2268, das umfasst das gesamte syrische Gebiet, das umfasst Gesamtsyrien, und ich betone darauf, dass überall, wo die moderate Opposition sich befindet, die dieser Vereinbarung auch zustimmte. Das müssten alles eigentlich Gebiete sein, die von dem Waffenstillstand eingeschlossen sind. Wenn wir jetzt anfangen, nur von Latakia oder vom Umland von Damaskus zu reden, das empfinden wir als sehr unpraktisch. Oder wie jetzt geplant wird, für die kommenden wenigen Stunden einen Waffenstillstand in Aleppo auch zu erklären. Denn die Vereinbarung ist umfassend, umfasst alle Gebiete, wo die moderate Opposition sich befindet, ohne Ausnahmen oder Diskriminierung. Selbst und auch die Forderungen nach einer Isolierung von der Nusra-Front von der moderaten Opposition empfinden wir als unlogisch. Es ist praktisch nicht umsetzbar. Die Frage stellt sich direkt, wie kann man diese Isolierung tatsächlich umsetzen? Der Sicherheitsrat muss seiner Verantwortung nachkommen, und die International Syria Support Group muss ihrer Verantwortung nachkommen. Wir fordern einen VN-Mechanismus zur Kontrolle der Einhaltung dieses Waffenstillstands, und die beiden Staaten, die auch die Schirmherren und die diese Vereinbarung ausgehandelt haben, müssen ebenfalls ihrer Verantwortung nachkommen und streng gegen Verstöße vorgehen. Es bedarf eines VN-Mechanismus und sehr strenger Maßnahmen des Sicherheitsrates gegen die Staaten, die gegen die Vereinbarung verstößen. تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني الذي يزداد سوء. القرار مجلس أمن الدول 2254 تحدث بشكل واضح على الالتزام بتمكين الوكالات الإنسانية من إيصال المساعدات ورفع الحصار على المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين. للأسف بالرقم وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال شهر نيسان فقط 715 معتقل، في حين لم يتم إطلاق سراح ولا معتقل منذ أن صدر القرار 2254 في 18 ديسمبر 2015. المساعدات الإنسانية التي تدخل في الحد الأدنى وفق إحصائيات الأمم المتحدة 6.5% مجموع ما تم إيصاله من المساعدات، ولم يتم رفع الحصار عن أي منطقة كانت، حتى المناطق التي تم توقيع اتفاقات هدن مع النظام. إذن الوضع الإنساني ومعاناة السوريين للأسف الشديد في أسوأ ما يمكن، وبالتالي هذا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى آلية جديدة للعمل بها يتم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي.
Wir sprachen ebenfalls von der sich weiterhin verschlechterten humanitären Lage. Die Sicherheitsratsresolution 2254 sah vor, dass den humanitären Organisationen Zugang verschafft wird zu Syrien, dass die belagerten Städte, dass ein Ende der Belagerung stattfindet und dass die Gefangenen freigelassen werden. Aber leider haben wir verzeichnet, dass alleine im April 715 Personen festgenommen wurden, wogegen keine einzige Person freigelassen wurde, wo das aber die Resolution vom 18.12.2015 vorsieht, des Sicherheitsrates. Die Hilfe, die Bevölkerung tatsächlich erreichte, blieb bei einem Minimum. Gerade mal 6,5% der vorgesehenen Hilfe erreichte tatsächlich die Bevölkerung. Und selbst das in den Gebieten, wo es eigentlich eine Waffenstillstandsvereinbarung mit dem Regime gibt, diese Städte und diese Gebiete blieben belagert und die Hilfe erreichte nicht. Und deswegen betonen wir, dass wir neue Maßnahmen brauchen. Es bedarf eines neuen Mechanismus des Sicherheitsrates, um diese Bedingungen der Resolution tatsächlich umzusetzen. بالنسبة للعملية السياسية وأجندة التفاوض، النظام يطرح حكومة وحدة وطنية وحكومة موسعة، والمعارضة تطرح آلية الحل وفق القرارات الأممية، مبدأ جنيف واحد والقرار 21/18 والقرار 22/54. التي تتحدث جميعها عن تشكيل هيئة حكم انتقالي هي وسيلة الحل السياسي أو الانتقال السياسي تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية كما ورد بجنيف واحد في بيان جنيف واحد وأيضا هذه الهيئة تكون بدون وجود بشار الأسد وزمرته الذين تلطخت أيديهم بالدماء ونحن نرى في خلال الجولات الثلاث الماضية بأنه وصلنا إلى طريق مسدود لا النظام قابل أن يناقش هيئة الحكم الانتقالي ونحن بالنسبة لنا مستحيل أن نناقش موضوع حكومة مؤقتة أو موسعة أو مثل ما يسموها يعني حكومة وحدة وطنية أي حل سياسي بوجود بشار الأسد لا يمكن أن يكون لا يمكن أن تحل مشكلة الإرهاب والتطرف لا يمكن أن تحل مشكلة دول الجوار والدول في الإقليم نتيجة ما يحصل في سوريا نتيجة المأساة السورية نتيجة ما يتم ارتكابه من انتهاكات وجرائم من قبل هذا النظام لا يمكن أن يعود اللاجئين إلى سوريا إلى وطنهم وبشار الأسد موجود لا يمكن أن يكون هناك حل وبشار الأسد وزمرته موجودون في الحكم لذلك نحن ندعو وتحدثنا بذلك مع السادة سيد شتاينماير ومع الآخرين مع المعنيين تحدثنا إلى السيد مستورة لابد من أن يكون هناك مبادرات جديدة هذه المبادرات تعمل على انتقال سياسي في سوريا طبعا من حيث المبدأ لا يكون مكان فيها لبشار الأسد ولا زمرة أو المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء من زمرة بشار الأسد مبادرة جديدة تتسم بالوضوح ويكون هناك أجندة واضحة يكون هناك جدول زمني واضح ويكون هناك موقف حازم وحاسم من المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات وباتجاه تنفيذ هذه المبادرة لذلك يعني قبل الحديث عن أي عودة للعملية السياسية لابد من تحسين الوضع الإنساني على الأرض في سوريا وإنهاء معاناة السوريين لابد من إيقاف نزيف الدم ووجود آلية إشراف أممية واتخاذ إجراءات يتم من خلالها محاسبة من ينتهك وقف إطلاق النار وخاصة بالنسبة للنظام وحلفاء النظام وكذلك لابد من أن يكون هناك مبادرة جديدة للحل السياسي في سوريا تعمل على انتقال سوريا من حال الاستبداد والدولة الأمنية من حال الإجرام إلى دولة تعددية يمثل بها المجتمع السوري كافة أطياف المجتمع السوري وتكون دولة المواطنة ودولة القانون ودولة الحرية والعدالة التي انطلقت من أجلها الثورة في سوريا منذ عام 2011 شكراً
بله تماشاوان هجا اویا اخافتنا هفرسکار گشتی یه دانستاندن جنی فریاد حجاب و کول برلین پشتی جیوین خواب وزیر هر دو ولاتان یه فرنسی و یه آلمانی رو نشتی بو هر وسط جیوین خواب لگل دی مستور رو او جیوین که چار آلی بو که تیه دار یاد حجاب لسر تکزی لسر و گوهستنا سیاسی کر هر وسط لسر آلی کاری مروواهی کری درباری دورین دور پیش کری لملک دنی ریاد حجاب تکز دایا که نما ایدی قبول دکن او بشار الاسد سر در سلا دیر ببینا یانجی کس جه رژیم وی الملکی دنه رياض حجاب بحثا ويا كي جي كرياكو دفا جاف ديريا كا ناف نتوي هبا لسر آگر بسته لسوري هر وصا خلاك نوي اما عشكرا بكنا ده بولتان ددا نهاجي اما بولتان خواه بردوان بكن ريخصنا ناف نتوي يا پنابرية ايرو راقي هندية كو جد دس بيكا حفته يوا چا قينين پنابران انج ليبيا جبر ايطاليا با دچون بناف بنا كود انجام ويدا در دور 113 پنابر نرواجي انا خوش دستانه بردوام کرنا گرتنا ریان بیجایی ین بلقان و هر وصار کفتنا ترکی اوروپی یا پنابران ایدی ریا نو ده نافبر لیبیا و ایتالیا دا بویا چاره یک تکانه جگلک کسین که دخواستن بگهجن اوروپای لوی باره بر پرسین ایتالیا گوتن که او تخمین دکن هجمارک بهتر جه پنابران وی ری دریج و مترسیدار هل بجیرن لگور ریخصنا ناف بوری ده چار مهین پیشی ین سال ده هزار و شانزان دا در دور هزار و سیسد و پینجه و هفت پنابران جیان خواج ناف دانه در ریا دریه سپی دا هر وسا که جمعه چلا واجی 28,593 پنابر گیهان ایتالیا یا و 15,000 آن 154,000 و 862 دیجی گیهان یونانستانه لسر روشا میدانی و پیش بچونین داوی لسوری لحلب فروکین ریجیم ده 24 ده مجمیران ده سوسه ایریش پیک آنین لحلب و لگندوار حمسجی ریجیم سوری باجار تلبیس به برمیلین تخینر آرماش کرن آگاهی این بهتر ده ویرا پوریتا روشا میدانی لسوری پیشتی تیگ برین آگر بسته بر بخرابیه وده چه او ده دست پیک ده جباجار حلب فروکین ریجیم سوری نخوشخانه ادبیت به هجمارک ایریشن آسیمانی تو باران کرن و لگوری هنچالاگوانان گود انجام تو باران ده که ایمانی سیزده ولاتیان جیان خوش دزدانه و هجمارک دنجی بریندار کتن لحه لکدنجی فروکین ریجیم سوری تاخن الهلک، السکری، کرمل بیک، مواصلات و از ساخور به بهتری 33 ایریشن آسیمانی تو باران کرنا و ده ایریشان ده در دوره 47 برمینن تاقینر پیک آنین و ده انجام ده هجمال کندیار جوالاتیان جیان خوش دزدان و هجمال کدنجی بریندار کتن و زیان که پرمزن گهشت مال و ملکین ولاتیان حسبی الله و نعم الوکیل جه حلب امهرن گندوار حمصه و الورجی فروکین رژیم سوری باجار تلبیسه به هجمارک ایریشن آسیمانی تو باران کرن و هاتا زانین گو هجمارک ولاتی دناوان ده جن و زاروک هبون بریندار کتن هر وها هزین رژیم گنده ترملا به چکن گران تو باران کرن به گو تزیان جانی دناو ولاتیان ده چه ببن ل بازار در عجی هزین رژیم تاخ الکرک با آویشتو که آرمانش کردن و لورجی هجمارک جوالاتیان بریندار کتن ده همان دمه ده پفچونین تند دنابار ارتش آزاد و هزین رژیم ده ل در دوره تاخ المنشیه در کتن هولی بگو انجام شر هر دو آلیان ورندیار کردن ل بازار در زرجی رخصنا داش ایریشی بارگین هزین رژیم لطاخ اصینا آکرن و شرد نوار هر دو آلیان در کتن هوله و لگوری آگاهیان گو کشتی و بریندار هر دو آلیان و کتن جا آلیه کدن و فروکین رژیم تاخن اصینا آ جابلیه راشدیه و عمال ین در دور بالا فرخانی دیره یا لشکری به هجمارک ایریشن آسیمانی تو باران کرن و ها تزانین گو هجمارک جا چطه انداش کشتی و بریندار کتن له سرانسری روجاوای کوردستان نه دما ازمون آستا پیچی د سپیکری کو نیزی 300,000 شاگرد حریم جزیره کوبانی و عفرینه پیشوازی وان ازمونان دکن ل او راستی پرسګری کانتین اگاهی بهتر د ویرا پوره به بونه آن زیگبونا دما ازمونان نیزی 300,000 شاگرد روجاوای کوردستان حاضری خو بو پیشوازی ازمونان دکن ل بازارین حریم جزیره کوبانی و عفرینه شاگردین آستا پیشی کتن ازمون داویده یین سالا ده هزار و پازدان و ده هزار و شازدان پیشتی گو شاگردین آستا پیشی یین جرف یک حیاس سه کورسین به کردی و عربی خوندن و یین رفین دنجی کورسین به عربی خوندن و کورسین خوب داوی کرن دما ازمونان هات و نیزیگ بو
ازمون جالیه دستیا پروردهی و یاری وبریا خسر تین بری وبرن او دیتا دوازده گلانه بدومن. وکه سالا بوری ازمون راستی گلک استانگیان تین. مینا خوندنا بزمان کردی چمکی اوزیده کرنک نویه لو ما زحمته. هروها روشا سیکولوژی گوشا گرد تیده دربازده بن. جبر گو روشا آرامی دداویه ده نگلکی درست بو. ویادن گوهرم راستی پیلک کوچبری پرمزن هاتو بو. جبلی گوهن دبستان رجاوه کردستان بطایبت لکوبان راستی ویران هاتنه. تویوه که ماموسته او کسیم برپرس هول ددن گو او ازمون به آستنگ او ناکوکی او با آوائه که باش بداوی ببن. هن ماموسته این رجاوه کردستان دبینن گو خالا هری زحمت گو ای سال شاگرد تیده درباز دبن اوه. راهشتنا زمان عربی به تمامی جرفین یک تاسسه ین دا آستا پیشیده هروها دربازکرنا کورس آن منهاج نو گوتف دب زمان کردینه و او یک لگوری ماموستهان پرزگریکه که جه مترسینه یه تیزانین گو بریانها کورس و منهاج ریو بریا خوسر راستی شرمزار کرنه که تند جعالی کولانا کردی لروجاوه کردستانه هات و او کورس و منهاج بی ایدیولوجیت هات توان بار کرن. بابتا ازمونان این دبستان لروجاوه کردستان اما گنگ شبکنه به ماموسته دبستان را بریز عبدالرحیم تخوبی جعامو دی میوان امنه. بریز عبدالرحیم تبخیراتی و بلتنه دما که هون شاگرتین خواه راستی ازمونان تین پرسگری کن سرکش برا چید بنچنه؟ بریز عبدالرحیم؟ بله کو خویای تلفون ما هین آمده لگل روجاوا پر جاران تلفون جی هاتنه برینه ما مجاره کدن وکن درباری گرتنا درگه سی مال کدن ورا باشور و روجاوای کردستان دا مال پر اولاتی لسرزار بر پرسین درگه دیار کرنه کو صدما گرتنا سی مال که اوه ریوه بریا خواستدی لروجاوا پارا باشور جبا جیان به تمامی ندای زنیرین بیتر دفیرا پوره جهیفده آدارا بوریوه درگه سینوری سیمالکا دنافبرا باشور و روجاوه کردستانه ده لپیش بازرگانیه گرتیه و جوه دمیده هر آلیه که یه دن توان بارده که پیده و ریوه بریه خسر دبیجن پدکه و حکومت هرمه درگه گرتنه و هرم جی دبیجه پیده و ریوه بریه خواه درگه قبات کرنه پشتی نیزی دو ماهان لسر گرتنا درگه سیمالکای جیدره کی تایبت جو گمرکا سینوری جو توریا ولاتی را راگهاند گو سدما گرتنا درگه سیمالکا دناورا باشور و روجاوه کردستان ده اوه ناکوکی و توانین دزیه و فساده همان جیدری اشکره کر گو او بریا چند ماهان 500,000 سریپاس در باسی باشور بونه و تنه گمرکا 200,000 هاتیه دان لو ما بدهان جاران ریوه بریا درگه جعالی باشور و بانگ لریوه بریا خسر کر دا گو باجه و گمرکا 300,000 سریپاس دن رادستی هرمه بکن وی اکه اشکره و زلال بکن و کسین گنهکار جی جزا بکن وی جدری دازانین گو باجه یا هر سریک پز $5 اوها دی تواهی گمرکا گو هاتی وندا کرن اوه $1,500,000 وشخواه او پارا هرمه یه ام کردستانا روش آوا جاوین پیاده دا نابی جعالی خواه او دریا هف پیوینه که تلفونی ده ریوه بری فشخابور جعالی باشور و بریز شوکت بربوهاری جو اورینت نیوز را راگهانده گو هرم درگه جعالی خواه نگردیه و هر لپیش نخوش و روش امرواهی و آلیکاری هم وکریه و یه گو ناهی لدرگه و به او پیده بربوهاری جو اورینت نیوز را دوماند گو پیده نهیل کسیم بریندار و یه نخوش و آلیکاری مروواهی در باسی روجاوه کردستانه ببن و درباره گرتنا درگه لپیش بازرگانیه دیسا بربوهاری پیده سوجدار کر بی گو سدم سرکه زلال و اشکره بکه به ور راپوره هم گیشتن داویه بولتن نوهاجی دوباره کرنه سر نوچه یا ل ترباسپی تقین و بریندارگون از سه اندام هیز انتی ترور و باجار جندریس ای عفرین راستی تو باران انتی پشتی آواکرنا دیوار لقامشلو و لعفرین حکومت ترکی دیوار که نول سریکانی و دیرک آوادکه و صدما گرتنا سی مالکه که پیده باجه لسرخ ندای حریم کردستانی
لالمانیا جوینک چار آلی بو کریز سوری و سرکرده اکی تف دمه دبیجه هین آلی انجینی فیدو خازن ریجیمک وکیا بعث آوا بکن. به وی اوائی امگیشتن داویه بلتن ایرو. دم باش.